این نکته های کنکورش هم دارم میگم، ولی بچه های دهم نگران نباشن. خب سحر و مریم و حواسم هست به دهم ها، اوکیه. الان بچه های دهم فهمید که در حد دهم چیا نیازه، دهم ها بهم جواب بدن. بچه های دهم بقیه در حد دهم حواست باشه فعل مجهول فاعل مفعول نداره، در حد دهم حواست باشه که فعل مجهول بعد از خودش نائب فاعل میخواد، در حد دهم حواست باشه که فعل مجهول دو تا وزن داره، اگه ماضی باشه فاعل، مضارع باشه یفعلو، و باز هم در حد دهم بدون که امر و نهی مجهول نیستن. حل بچه ها بریم. این هم از این که اگه اول بیاد مفرد، اگه وسط بیاد جمع میاد. این از این. خب بریم سراغ تست و اینا. تست که نه، نکته آخر هم بررسی کنم، یه خورده توضیح بدم، برم سراغ تست ها. پس بچه های ده هم نگاه کنید، مباحث عربی دهمتون وقتی که میشه 11 و 12 هم با بقیه مباحث ترکیبی هم میتونه بیاد، مثل سوالای زیست، مثل سوالای دینی، دقیقا عربی هم همونه، سوال ترکیبی ازش میاد. خب آخرین نکته برشم برم سوال تستا. اگه به همون بگه خطا در مجهول، بچه همه نکته‌ای که بهتون گفتم اگه عکسش اتفاق بیفته میشه خطا. ما توی فعل مجهول گفتیم فاعل نداریم، یعنی اگه بعد از فعل مجهول فاعل باشه خب این غلطه. پس مورد اول، اولین موردی که میتونه غلط باشه اینه که فاعل باید حذف شده باشد، اگه فاعل حذف نشه غلطه. این از این. بهتون گفته بودم بعد از فعل مجهول فاعل که از همون اول محذوف و نامشخصه و مفعول اونم تبدیل به نائب فاعل میشه. بچه مفعول چیه؟ مفعول یه اسم منصوبه دیگه، درسته؟ منصوب نشونش چی بود؟ او ان با یه اونون، این دوتا. بعد از فعل مجهول اگه اسم منصوب بیاد که اسم منصوب شما میشه مفعول، اونم غلطه. بعد از فعل مجهول مفعول نمیاد. یعنی چی؟ یعنی بعد از فعل مجهول اسمی که او ان یا یه اونون داشته باشه نباید بیاد. چرا؟ چون این میشه مفعول و میگیم مجهول مفعول نداره. نکته بعدی، نائب فاعلی که پس از فعل مجهول میاد باید مرفوع باشه. نائب فاعل باید چی باشه؟ مرفوع باشه، یعنی او یا اون داشته باشه، الف نون یا واو نون داشته باشه. حالا آخرین نکته و بعدش هم تستامون، ما میخوایم یه فعلی رو مجهول کنیم بچه‌ها. مثلا نگاه کنید، من میخوام ضربه رو مجهول کنم. اگه ضربه مجهول بشه بر چه وزنی باید بیاد؟ بر وزن فعله. مجهولش میشه ضربه. توی این پنجمی دارم چی میگم؟ میگم زمان نباید تغییر کنه. وقتی ضربه ماضیه، وقتی فعل معلوم من ماضیه، مجهولش هم باید ماضی باشه. من نمیتونم زمان ماضی رو تبدیل به مضارع کنم، یعنی غلطه. پس اگه فعل معلومت ماضیه مثل ضربه، مجهولت هم باید ماضی باشه. اگه فعل معلومت مضارع است، مجهولش هم باید مضارع باشه. پس فعلی که مجهول میشود نباید زمانش تغییر کند. اگه فعل معلوم ماضیه، مجهولت هم باید ماضی باشه. و برعکس، اگه فعل معلومت مضارع است، مجهولش هم باید مضارع باشه. مثلا یجلسو میشه یجلسو. سوال قرآن نباید مؤنث بشه. چرا مؤنث بشه؟ آها اونجا، آره آفرین. قرآه چی بود؟ اونی که گفت باید مؤنث بشه، آفرین، مرسی. اونجا باید شد قرآت، مرسی.
یه قرعه داشتیم که برایش گفتیم اگه الکتب بیاد الکتب ما این که جمع غیر انسانه، گفتیم باید مفعول مؤنث بشه، یعنی قرعه میشه قرعه ات. این درسته. مرسی مرسی مرسی، آفرین. پس قرعه نه، قرعه ات، چون وقتی جمع غیر انسانه باید بشه مفرد مؤنث. آفرین. خب الان کدوم گزینه غلطه؟ مگه من دارم تست میزنم؟ خب مهدیس 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 مهدیس، حواس رو جمع کن، نا کنید. مهدیس گوش کن به من. من اومدم یه نکته گفتم اینجا تو نکته 14، گفتم توی تستا ممکنه بهت بگه عین خطف المجهول. خب ممکنه سوال تست این باشه که بهت بگه توی این 4 تا گزینه کدوم غلطه. وقتی میخواد بگه کدوم غلطه، اون این که غلطه یکی از این 5 تا مورده. بهت 5 تا نکته دادم که از این 5 تا نکته استفاده کنی، این 5 تا نکته رو حفظ کنی که اگه توی گزینه این 5 تا رعایت نشده باشه میشه غلط. اوکیه؟ این تست نبود. خب خب بچه ها برم سراغ تستا. سوال هستش بچه های دهمی، اگه سوال دارید بپرسید، چون بچه های دوازدهمی هم هستن. بچه های دوازدهمی خب این مباحث چند بار شنیدن، بچه های دهم اصلا خجالت نکشن سوالشون بپرسن. من میرم سراغ تستام. بچه های دهم بپرسید سوالاتون رو، هیچ مشکل نیست، بپرسید من توضیح میدم. بپرس ابوالفضل. من برم سراغ تستان تا اینکه بچه‌ها اگه سوال دارن بپرسن، کافه ترجمه‌اش هم توضیح بدم. بچه ها نکنید، توی کافه ترجمه داستان اینجاست که فعل مجهول ما چجوری ترجمه میشه. اگه فعل مجهول ما ماضی باشه، اگه فعل مجهول چی باشه؟ ماضی باشه، ترجمه‌اش شد میخواد. حالا هر چی که با شد باشه، شد، شدم، شدی. اگه فعل مجهول شما مضارع باشه ترجمهش میشود میخواد. اوکی؟ سوال مجهول باشه میشه بگیم مخاطب رد میشه؟ اگه فعل مجهول باشه مخاطب رد میشه؟ نه، نمیتونیم بگیم. نه، اینجوری نمیشه گفت. مهدیس حل هر وقت سوال داشتی بود اصلا کاری نداشته باش. دوازده هم ها سه چهار باری محفظه شنیدن شما اولین بارته. بچه های ده هم هیچ مشکلی نیست، تو پرسید. استاد مثلا بچه ها من الان میخوام اینجا براتون خلاصه کنم، خلاصه نویسی کنم، همون قسمت حلول رو بهتون بدم. اینم حلول رو داشتم اینجا بازی نه میرسم به تستا. من براتون سریع خلاصه نویسی کنم که بهتر متوجه بشید، بعدش هم سراغ تستا. خلاصه نویسی رو گوش کنید، بریم سراغ خلاصه فعل مجهول. گوش کنید. پس اگه من فعلم چی باشه؟ مجهول باشه. نکته اول بچه ها، بعد از فعل مجهول، بعد از چی؟ بعد از
فعل مجهول ما چی داریم؟ نائب فاعل داریم. گوش کنید. نکته دو، فعل مجهول بهتره که اینجور بگم، بهتره که بگم پس از فعل مجهول، پس از، ای بابا، پس از فعل مجهول فاعل و مفعول نمی آید. اوکی. نکته سه بچه، نائب فاعل باید مرفوع باشه. مرفوع باشه یعنی چی؟ یعنی اگه مفرده آخرش او اون بگیره، اگه مثناس الف و نون کسره دار، و اگه جمعه واو و نون فتحه دار. این از این. نکته چهارم چیه؟ نکته چهارم وزن مجهول ماست. وزن فعل مجهول. خب گفتیم فعل مجهول یا ماضیه یا مضارعه. اگه ماضی مجهول باشه وزنش با مضارعه مجهول فرق میکنه. خب اگه ماضی مجهول باشه بر وزن فعل میاد. بر چه وزنی میاد؟ فعل. اگه مضارعه مجهول باشه بر وزن یفعلو. حرکتشو با یه رنگ دیگه بدم، فعل مضارعه باشه یفعلو. این از این. خب این از چهار تا نکته. نکته های بعدی بچه تا اینجا حله؟ توی این چهار تا نموداری که بهتون دادم من همیشه سر این سوال‌هایی که مربوط به این درس نبوده مشکل داشتم با دانش آموزا. الان تو فعل مجهولم. بذار فعل مجهول تموم شه. ایشالله بعدش تو مبحث بعدی همزمان نمیشه که هم مجهول بگم هم مرب مبنی. بله بعدش ایشالله واسه بچه انسانی مرب مبنی رو بهشون میگم. واسه بچه انسانی مرب مبنی و مبادا رو بعدا بهشون میگم. نگران نباشید. خب توی اینا حله. برم سراغ نمودار و شاخه بعدیم. یا کن وزنم بهت دادم که چهارمی بود، پس این میشه چهارمی. برم سراغ پنجمی. مجهول نمیشوند. اینجا رو گوش کن. چیا مجهول نمیشن؟ یک، فعل لازم. دو، فعل ناقصه. اینا مجهول نمیشون اصلا. اینجا بنویسم هیچگاه. هیچگاه مجهول نمیشن. فعل لازم چیا بودن؟ فعل لازم این که همون فعلی که فقط فعل به علاوه فاعله فعل به علاوه فاعل. یا این که دیگه چیا لازم بودن؟ اگه تو باب انفعال باشه، اگه تو باب تفعول باشه، اگه تو باب تفاعل باشه، اینا لازمن. فعلای ناقصه چی بودن؟ چهار تا بودن. کانه، ساره، لیسه، اسبه. اینا هم فعلای ناقصه. این مورد پنجم بود که بهتون گفتم. اما مورد ششم، مورد ششمی که میخوام بهت بگم مورد ششم، گوش کنید.
مورد ششم چیه؟ مورد ششم نکته ایه که مجهول نمی باشند. خب مجهول نمی شوند. مورد پنجم هیچ وقت مجهول نمیشه. مجهول نمی باشن یعنی الان، الان در زمان حال الان مجهول نیستن. ممکنه که مجهول بشن. خب اینایی که مجهول نمی باشند کدوما؟ نکن یک، فعل لازم دو، فعل ناقصه سه، فعل امر فعل نهی، مورد آخر فعلی که مفعول دارد. بچه ها این دیگه شد کل خلاصه نموداری فعل مجهول. من یه بار دیگه از اول بیام، اونایی که میخواستن عکس بگیرن سریع کارشون رو انجام بدن. 6 نکته رو برات جمع‌بندی کردم. بچه های دهم فقط همین 6 تا. حالا بقیه نکته‌ای که اضافه گفتم واسه بچه های کنکوریمون بود که دارن نگاه میکنن کلاسمونو، ولی بچه های دهم فقط همین 6 تایی که نموداری کردم و اصل مطالب فعل مجهولمون هم هست. بریم سراغ تستامون که وقتمون هم کم مونده. این هم از فعل مجهولمون. امیدوارم که سوال نباشه. اگه باز جایی سوال هست بهم بگید، اگه نه که برم سراغ تست. حل بچه ها سریع اوکی ها رو بدید بیاد بالا. خب بریم سراغ تستامون. بچه های دهم هم اوکیید؟ دهم ها. خب سحر بقیه دهم ها بریم. بریم سراغ تستامون. تست درس ششم عربی دهم فعل مجهول. بچه نها کنید توی تست یک میگه عین المبنی للمجهول کله. درسا رو هوا زد. آفرین درسا. گزینه 3 بچه نها کنید. البته خب اینو حل کرده بودم تو کلاس، حل کرده بودم اینو، ولی دارم دوباره باز بررسی میکنم. نگاه کنید من توضیح دادم. تست میگه گزینه ای که هر دو تا فعلش مجهول باشه. بچه ها بهتون گفتم یعنی بار صدومه، اگه ماضی مجهول باشه ما وزن فعله میخواییم، اگه مضارع مجهول باشه وزن یفعلو میخواییم. خب نگاه کنید توی گزینه 1 یورفو حله، درسته مضارع هست، ولی دومیش که مضارع باشه یقاتل اینجا ا باید ا بشه، پس گزینه 1 به خاطر این غلط میشه، پس یقاتل مجهول نیست، یقاتل مجهوله. توی 2 هر دوتا مضارعن، مضارع مجهول بر وزن یفعلو میاد. او ا، او ا رو بهت چی گفته بودم؟ گفته بودم کلمن او ا، ولی اینجا یوهارب ا داره، یوجلس ا داره، پس جفتشون هم غلطن، باید میشدن یوها ربون یوجلس. این از گزینه 2. گزینه 4 یفتش مگه مضارع نیست؟ مضارع عین الفعلش باید ا باشه، این ا داره، پس این هم غلطه. جواب گزینه 3 تنسرون مضارع مجهول او ا، درسته. استشهدت ماضی مجهول، استشهدت ماضی استفعله، استفعله که شده استفعله، استشهدت شده استشهدت. این هم از این حل. سوال تست 1 شد گزینه 3. سوال اگه نیست بدم تست بعدی، میدم تست شماره 2. تست 2 بهت میگه جواب دارید بهم میدید. تست 2 میشه گزینه نه 2-4 نیست، هانیه و سحر 2-4 نیست. آفرین درسته. گزینه 1
بچه نها کنید، توجه کنید اینجا رو. ارسلو این مزاره است. این چیه؟ این مزاره است. تعلم ماضیه. درسته؟ توی مزاره عین الفعل باید چی باشه؟ عین الفعل باید اه باشه. پس اینجا حرکت سین باید بشه اه. یعنی ارسل میخوام. ارسل یا یک یا سه. توی دو چهار اه داره. پس دو چهار میپره. یا یک یا سه. این از ارسل ما. اما بعدی که مزاره است. بچه توی مزاره عین الفعل باید اه باشه دیگه. یعنی اینجا این حرکت باید بشه اه. خب. گزینه یک. چون توی گزینه سه حرکت روی تشدیده. اینجا شما دارید حرکتت پایینه ولی تو گزینه سه حرکت بالاست. پس گزینه سه غلط جواب شد یک. توی تست دو اگه سوال دارید من توضیح دادم. اگه نکردم تست بعدی. خب تست شماره سه، تست بعدی ما میگه چند تا فعل معلوم و مجهول داریم. بچه ها به ترتیب از ما ترتیب میخواد. اول معلوم بعد مجهول. گزینه مرسی زینب بیتا درسا آفرین. گزینه دو. بچه ها نها کنید، ما کلن چند تا فعل داریم؟ اول بیایید تعداد فعل ها رو مشخص کنید. ما کلن سه تا فعل داریم، ولده، یموتو، یبعثو. این سه تای ما درسته؟ سه تا فعله. خب این ماضیه و این دوتا مضارعه. بهت گفته بودم ماضی که با او شروع بشه 100% مجهول. این 100% مجهوله. خب و نکته گفته بودم فعل مجهول باید با او شروع بشه. یموتو او نداره که ا داره یموتو. پس این معلومه. خب یبعثو هم مضارع است دیگه. یبعثو مضارع. ما این نمیگفتیم یفعلو او ا یبعثو او ا. این هم باز مجهوله. پس چند تا معلوم؟ یه معلوم، دو تا مجهول. گفته به ترتیب اول معلوم بعد مجهول. یه معلوم، دو مجهول. گزینه دو. پس تست سه شد گزینه دو. اما تست چهار، تست چهار بله گزینه چهار. مرسی بیتا درسا آفرین. ناکنید بچه من توضیح بدم باز بهتون. توی تست چهار من این قسمت رو پاک کنم قشنگ مشخص شه. بهت میگه چند تا فعل مجهول داریم، یعنی گزینه که مجهوله همش. ما اول فعلمون رو مشخص کنیم. خب این چهار تا فعل ماست. بچه های دهم گوش کنن. بچه ها ما گفتیم امر و نهی مجهول نیستن دیگه. الان تو نکته های نموداری هم اشاره کردم فعلی که امر باشه و نهی باشه مجهول نیست. ناکنید قرآن ماضیه. فستمعو فاستمعو پس گوش دهید امر دیگه. پس این مجهول نیست. انستو هم همینه. پس تنها دو تا میمونه. استمعو و انستو امر بودن. اینا چی بودن؟ اینا امرن. امر مجهول نیست. پس قرآن و طور همون جواب گزینه چهار. توی گزینه یک انستو رد میشه، توی دو جفتش رد میشه، توی سم انستو. اما سوال دو، خب همون موقع بپرسید بچه ها. الان زمانمون هم کم مونده. سوال دو مگه گزینه یک دومیش؟ خب نه عزیزم، ماضیه. تو باب تفعله، تفعله، یتفعله، تعلمه، یتعلمه. این ماضیه. از کجا بفهمیم این ماضی مضارعه؟ این حرکت آخر میتونه کمکت کنه. اگه آخرش او باشه مضارعه است، اگه آخرش ا باشه ماضیه. از این میتونه استفاده کنی. حدیث اوکیه؟ اگه آخر فعلت ا باشه اون ماضیه. تست بعدی. تست پنج میگه فعل مجهول میخوام. بله دیدم بچه ها گزینه رو دادن. آفرین جواب گزینه دو. جواب گزینه دو. مرسی. بقیه گزینه ها رد کنم. یک نگاه کن چرا رد. لا تؤخر نهیه. گفته بودم نهی مجهول نیست. دو یحزنونی
ا داره. اگه فعل من مضارع باشه مضارع یفعلو وزنش. یفعلو یعنی میشه یفعلو. این باید ا بشه. ولی اینجا ا داریم. پس اینم غلطه. گزینه چهار لا یزیعو هم باز همینطور ا داره، باید ا داشته باشه. یعنی باید باشه یزیعو. ضمناً مفعولم داره. پس جواب گزینه دو قتلو. چرا؟ قتلو بچه ها بهتون گفته بودم قتلو ماضیه دیگه. ماضی اگه با او شروع بشه، نه این ماضی با او شروع شده، 100% مجهوله. پس پنج اونی که مجهول داشت گزینه دو. سوال نیست، اگه سوال هست بپرسید. تست شیش بهت میگه اونی که مجهول نداره، اونی که مجهول نداره درسا مائده هورا حله. اوکی یک مرسی. توی گزینه یک دقیقا بچه ها نها کنید، این فعل منه مگه مضارع نیست دیگه؟ 2000 بار گفتیم دیگه اگه مضارع باشه مجهولش میشه یفعلو، ا میخواد. اگه ا باشه غلطه، نها کن یوهب ا داره، پس این مجهول نیست، جواب میشه یک. تو بقیه گزینه مشخص کنم، توی دو زوربه دارم، توی سه انزله دارم و توی چهارم یغبل دارم. اینم از این تست. تست بعدی اگه سوال هست پرسیدشون دیگه آخر زمانه من دارم سریع میرم. مجهول میخوایم؟ بله. گزینه چهار الان یه دقیقه مونده. خب نها کنید بچه ها، تست هفت دقیقا گزینه چهار رو نها کنید. گزینه چهار علمنا، این ماضیه دیگه. ماضیه باشه شروع شده او، ماضی که با او شروع بشه 100% مجهول. اوکی. خب بچه ها این هم شد گزینه چهار. خب به من میگن وقتمون تموم شده بچه، میرم چند تا تستم مونده. یا خدا 16 تا تست دارم. نه تاش مونده. یه لحظه وایسی نمیتونم نگه دارم. چند دقیقه ادامه دارم؟ چند دقیقه دیگه میشه ادامه داد؟ تست ها مونده هنوز چند داشت؟ 2 دقیقه. باش. خب بچه 2 دقیقه دیگه وقت گرفتیم، بریم جلو. خب تست بعدی تست 8. بازم مجهول میخواد از ما. توی تست 8 جواب گزینه تست 8 میشه گزینه 3. نها کنید. چرا؟ گوش کن. اگه من داشته باشم سمع، مضارع سمع میشه یسمعو. میشه چی؟ یسمعو. حالا اگه وقتی مضارع من این معلوم شه دیگه، میاد او میگیره، پس این قطعا میشه مجهول. میشه چی؟ مجهول. چون معلومش اه داره، پس نه این مجهول شده. گزینه 3 میشه. تست 9 رو نگاه کنید بچه ها. توی تست 9 میگه کدومش فعلان مجهولانه. فعلان مجهولانه یعنی دو تا مجهوله. من میرم دور مجهولا خط میکشم مشخص کنم ببینم کدومشه. آفرین بچه ها، گزینه 3 گفتید دیگه جوابو. اگه من تو گزینه ها مشخص کنم، توی یک فقط خلقت یه دونه دارم، ماضی با او شروع شده 100% مجهول. توی 2 که اصلا ندارم. چرا؟ چون یدخلون با اش شروع شده قبول نیست. اینجا هم چون مفعول دارم پس اینم قبول نیست. توی 3 دوتا دارم، یغرعو مضارع مجهول با تر همون. توی 4 یه دونه فقط یونسرون دارم. توی 4 بچه ها چرا یغبل قبول نیست؟ این قبول نیست به خاطر اینکه ای بابا، به خاطر اینکه مفعول داره. اینم قبول نیست چون باز مفعول داره. این از این. تست 10
تست ده میگه لا یمکن، ممکن نیست، اصلا نمیتونه. بهتون گفته بودم اونایی که اصلا نمیتونن مجهول بشن دوتا بودن، یک فعل لازم، دو فعل ناقصه. فعلای ناقصه چیا بودن؟ کانه، ساره، لیسه، اسبحه. بچه ها مزاره اسبحه چی میشه؟ میشه یسبحه. اینها گزینه یک، اینا هیچ وقت مجهول نمیشن. این هم از تست ده. 11 الان یه فکر کنم بیام مال بنازم بیرون. بازم میگه لا یمکن، وقتی لا یمکن باشه جواب میشه گزینه چند؟ بچه ها لا یمکن یعنی مجهول نباشه دیگه، یعنی یا فعل ناقصه باشه یا فعل لازم باشه. لازم گزینه 3 انعقده. چرا؟ چون باب انفعاله. اگه باب انفعال باشه میشه لازم. اینم از تست 11. خب بچه ها بقیه تست ها رو باز اگه سوال داشتید من داخل کانال جواب بدم. کلاس بعدی میخواد شروع بشه دیگه، بیشتر از این ما نمیتونیم از زمانمون استفاده کنیم. من تا تست 11 حل کردم، چارت های بعدی رو داخل کانال یا توی حالا پیوی و دایرکت بپرسید بهتون توضیح میدم. خسته نباشید، فعلا خدافظ بچه ها، خدافظ، خسته نباشید. آلکانوات. حالا میام اینجا بخش آر پریم من باید آلکیل باشه. میگی متیل، خب تا اینجا درسته، این متیله. استات، استات مگر همون از استیک اسید نمیومد؟ دو تا کربن باید داشته باشه. اینجا ما یه دونه کربن داریم، این استات نمیشه، این میشه متیل متانوات. متیل متانوات، من این پالاشو پاک بکنم، یا اسم دیگرش رو بهم بگو، یا متیل فرمات. پس استات غلطه، اما این یکی رو ببین، میگیم اتیل، خب یک دو دوتا کربن، اتانوات. اینجا به جای اتانوات میتونست استات هم چی بگه. پس جواب میشه گزینه 4. دم بچه‌ای که گزینه 4 رو زدن، آفرین. میتونیم بریم با هم دیگه گزینه بعدی. بچه اگر اوکیه رد شیم، بچه هایی که سوتی دادید، خب اونایی که درست دادن که اوکیه، دمتون گرم دیگه. حالا بچه هایی که سوتی دادن که وضعیه شون هم معلومه. بریم تست بعدی، تست قشنگیه، بریم اینم اینو چکار میکنید. ماشالله داریم وارد مسئله ها میشیم. بودایید ببینم. خب گزینه هاتون رو ببینم. خب 4 آیدا، 4 ببینیم حالا درست زده آیدا یا نه. خب دیگه بقیه‌تون خوابیدا. بودو ببینم. چهار دیگه بعد از آیدا، امید 4. بقیه بچه ها خب بریم چک کنیم ببینیم درستی یا نه. سر بالا نگاه کنید بچه ها. میگه در واکنش تعادلی اتانول یک الکله، استیک اسید یک اسیده، در محیط اسیدی. خب الکل و اسید چی میدادن؟ استر. پس الکل و اسید، پس میدونیم محصول ما استر به اضافه آبه. میگه در واکنش تعادلی این در محیط اسیدی به تقریب چند درصد جرمی فراورده را ترکیب عالی تشکیل داده؟ خب مگه فراورده الکل و اسید استر و آب نیست؟ پس من یه بار اینجوری بنویسم که قشنگ یادتون بیاد، برام تکرار بشه براتون که همینجا جا بیفته براتون. ببین مگه ما نگفتیم که در اصل اسید به اضافه الکل طی واکنش برگشت پذیر در حضور کاتالیزور اسیدی تبدیل می شود به استر به اضافه آب. الان محصول شما این استر به اضافه آب هست، قبولت اینجا مشکلی نداریم. خب گوش کن، حالا نکته که مهمه درصد جرمیه، فراورده عالی رو تو ترکیب میخواد. مگه فراورده عالی ما این استره نیست؟
خب درصد جرمی استر رو تو کل این سیستم میخواد. آب که قضیهش معلومه، H2O جرم مولی آب 18. درصد جرمی هر چیزی میشه اون چیز به کل ضرب درصد. الان گفته درصد جرمی ترکیب عالی، میگیم جرم ترکیب عالی به جرم کل ضرب درصد. حالا میخوام اینو جاگذاریش بکنم. خب استرمون، الکلمون اتانول، دو تا کربن داره، اسیدیک اسید هم اسیدمون دو تا کربن داره، دو تا بزنیم پاکش کنم خوشگل بشه، شد سه تا. ای بابا. خب بیا اینجا کمک کن ببینم. خب دو تا کربن اینجا داریم، دو تا کربن اینجا داریم، دو و دو میشه چهار. پس استرمون چهار تا کربن داره. مگه فرمول کلی استرها CnH2NO2 نبود؟ پس استری که ما داریم میشه C4H8O2. تا اینجا نگاه کنیم ببینیم مشکلی ما نداریم، اوکیه؟ خب حالا C4H8O2 جرم مولی که داره حساب کنید میشه چی؟ 108. درسته؟ جرم مولی که داره من اینجا حسابش کردم 100 و ببخشید جرم مولیش اینجا حساب کردم میشه 106. حالا کلی بخوام بگمش دیگه، یه دقیقه اجازه بدید من. خب بریم جرم مولیشو دارم بریم، اینجا میشه 88. جرم کلیشو دارم میگم، من خواستم یه دفعه جرم کلیشو بنویسم. پس 88 ما اینجا داریم، 18 تا هم اینجا داریم، 106 تا. پس جرم کل میشه 106. خب جرم ترکیب عالیمون چنده؟ 88 ضرب در چند؟ 100 در میاد 83%. بعد جمع‌بندی کنیم صحبتمون رو. محصولات ما استر و آب بود، گفته بود چند درصد جرمی محصولمون ترکیب عالی استرمونه، چون ترکیب عالیمون فقط همین بود دیگه. جرم مولی این 4 تا 12 تا 48 تا، 2 تا 16 تا 32 تا، با 8 تا هیدروژن شد 88 تا. جرم مولی آبم که 18 تا است، 88 با 18 جمعش میشه 106. 106 رو بردم مخرج جرم کل. جرم ترکیب عالی هم 88 تقسیم کردم ضرب در 100 شد 83%. نگاه کنید ببینید اگر مشکلی خاصی چیزی توش نیست من رد شم، اوکیه؟ نگاه کنید اگر اوکی بود من رد شم. اوکیه؟ دمتون گرم. خب بریم سراغ بچه‌ها قسمت بعدی رو با هم یه بررسیش بکنیم ببینیم داستان قسمت بعدی چیه. صفحه رو ببریم بالا، این تست ببینم چیکار میکنید، فکر کنید ببینم چیکار میکنید. منتظرم. فکر کنید. خب چی شد؟ بذارید ببینم. ای بابا سریعتر. خب بذار خودم حل کنم. سر بالا ببین چقدر آسونه. نگاه کنید بچه ها. خب میگه در شرا، بذار یه جواب اومد ببینم چیکار کردید. گزینه دو نه خیر. گوش کن ببین اینجا رو. میگه در شرایطی که حجم مولی گازها 24 لیتر باشد، حجم مولی گازها چند باشه؟ 24 لیتر باشه. چگالی بخار استر، این استرته، 6 گرم بر لیتر. آر در ساختار این استر کدومه؟ ببین عزیزم، مگر چگالی نمیشه حاصل تقسیم جرم بر حجم؟ خب ببین چقدر تست گلابیه. چگالی هم این نده 6، مگه حجم مولی گاز هم نده 24؟ خب 6 تا 24 تا چند تا میشه؟ 144 تا. 6 تا 24 تا 144 تا. خب این 144 گرمی که اینجا به دست میاد جرم کل استرته. جرم کل استر. چرا؟
چون این چگالی کل استرت بود، چگالی بخار استرت، کل این جرمش رو درآوردی. خب آقا جرم کل این الان شده 144. تو قبول داری اگه جرم این آر رو در بیاری سوال حله؟ چون آر رو از تو میخواد دیگه. خب برای اینکه این کارو بکنی بیا اول جرم این یه تیکه رو حساب کن. C3CO2 دو تا اکسیژن در از 16 تا میشه 32 تا، با دو تا 12 تا 24 تا، با 3 تا این میشه 59 تا. 59 تا میشه یه تیکه بدون اون آره. حالا میگیم 144 منهای 59 میشه 85. قبوله یا نه؟ حالا این 85 که ما اینجا در آوردیم میریم سراغ گزینه ها. ببین کدومی که از این گزینه ها جمعش میشه 85؟ جرم مولیشا میگیم 6 تا 12 تا 72 تا با 13 تا میشه 85 تا. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 4. چقدر آسون بود بچه، چقدر ساده بود، هیچی نداشت این تست. اگر اوکید، ردیفید، مشکلی ندارید میتونیم بریم تست بعدی. اوکیه؟ خب اوکی 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 اوکی، دمتون گرم. کی می نوشتی؟ میشه یه بار دیگه بگم. خب بچه من یه بار دیگه بگم رد شم. ببینید چگالی کل استر رو داده 6، حجم مولی کل استر هم به شما داده 24. خب جرم کل استر راحت به دست میاد، جرم کل استر 144 گرم شده. خب حالا قسمت استریمون جرمش 59ه، 144 منهای 59 میکنیم که جرم این آره در بیاد. جرم این آره در میاد 85. حالا ببینیم جرم مولی کدومه که از اینا میشه 85، که دونه دونه اگر حساب کنی جواب گزینه چند خواهد بود؟ گزینه 4. بچه من قبل از اینکه تست بعدی رو خدمتون بگم، ما یک پیج رو توی اینستاگرام زدیم @purjalili_chemistry. این پیج اینستاگرامونه که کلی سوال استکیومتری هر شب یه نکته، هر شبی که میگذره 4 تا 5 تا از سوالای کنکور سراسری سالای قبل مسئله هاش رو من اینجا تو این پیج اینستا حل میکنم. اینم برای بچه‌ای که پرسیدن، اینم آدرس کانالمونه، این کانال تلگراممون هست، تلگرام، این اینستا پورجلیلی ان. اینجا میتونید بیاید کلی این سوال رو من اونجا گذاشتم، سوالاش رو میتونید بیاید از اونجا انشالله به امید خدا دانلود بکنید و استفاده بکنید و کلی سوال هم هست اینجا که میتونید در اصل داشته باشید و ازش استفاده کنید. اگر این ان آخرم بردارید میشه آیدی من، میتونید برام سوال بفرستید که من حتما اینا رو جواب بدم. خب دقت بکنید، بریم سراغ ادامه. دقت کن. بریم تست بعدی. کجا رفت؟ آها بیام اینجا. چی شدیم؟ خب آها من یه تست دیگه میخواستم حل کنم، این اومد اینجا. خب ایرادی نداره، یه تست خیلی قشنگ بود بچه، این جا به جا چیزاش اومده، حالا ایرادی نداره، این هم حل بکنیم بعد نیست، حالا بعدا تست قشنگاشو میذاریم. بچه خیلی ها تستامون امروز مون تو لول 1 مون، انشالله تو جلسه آینده براتون حل میکنم. این هم حل بکنیم به عنوان یه تست دیگه. خب برید برم چیکار میکنید. حتی تست قشنگ دیگه رو گذاشته بودم، این تست نمیدونم کجا پرید. خب این تست هم حل بکنید، آسونه. ببینم چی کار میکنید. خب ببینم
بریم حل بکنیم. صدا هست بچه ها؟ صدای من میاد؟ خب بریم با هم دیگه این تست بعدیش هم بررسیش بکنیم و ازش خارج شیم ببینیم چیکار کردیم. خب خیلی دارید سوتی میدید، تست تست سختی نیست. یه جمع‌بندی بکنیم با هم دیگه ببینید داستان چیه. میگه که با توجه به فرمول ساختاری دقت کن داده شده چند مورد از عبارت‌های زیر درست است. خب اول بچه گروه‌های عاملی رو بگیم. خب اینجا شما یک گروه آلدهیدی دارید، درسته؟ یک گروه کتونی دارید، کربونیل. یه دونه هیدروکسیل دارید اینجا، درسته؟ یه بخش N دارید و یه بخش N هم اینجا دارید. اینا بخش‌های چی محسوب میشن؟ آمینی. حالا یه گروه عاملی یک و دو، این شماره یکتونه، این شماره دوتون، به ترتیب گروه آمینی و هیدروکسیل است. این درست. این ترکیب عالی جزء دسته مواد آروماتیک است. بچه ها تو هر ترکیبی که حلقه بنزن باشه جزء آروماتیک ها محسوب میشه. این هم اوکی. بعدی گروه های عاملی 3 و 4 به ترتیب در زردچوبه و دارچین. شما حتما باید حواستون باشه توی زردچوبه گروه های کتونی وجود داره و توی دارچین آلدهیدی. کاملا مورد درستی هست. و اما قسمت ت، ببینید که چند تاتون قسمت ت رو با هم بررسی کردیم. قسمت ت رو ببینید، به عنوان آخرین بخش بحثمون اینو بگم که رد شیم که جواب گزینه 4ه، گزینه آخر هم درسته. چرا؟ ببین شما اگر دونه به دونه در اصل بشمارید هیدروژن ها رو، حتی یه فرمول فوق العاده خوشگل داره بچه، زمان نمیشه من اون فرمول رو توضیح بدم خدمتتون. حالا انشالله با امید خدا من سعی میکنم چند تا تست براتون توی اینستا حل بکنم. از این قسمت حتما بیاید استفاده بکنید، فرمولش هم اونجا بهتون بگم. ولی حالت عادیشو بعد هیدروژن ها رو بشماری. خب یه دونه هیدروژن شما اینجا دارید، این قسمت هیدروژنی نداره، اینجا شما یه دونه هیدروژن دارید، اینجا شما یه دونه هیدروژن دارید، اینجا من بکشم که ببینید، اینجا شما یه دونه هیدروژن دارید، اینجا شما سه تا هیدروژن دارید، اینجا هر کدوم دو تا دارید، اینجا یه دونه هیدروژن دارید، اینجا هم دوباره شما یه دونه هیدروژن دارید، اینجا دو تا هیدروژن دارید، اینجا دو تا هیدروژن دارید، اینجا یه دونه و اینجا هم یه دونه، که بعد دونه دونه هیدروژن ها رو بشمارید. دقیقا همون چیزی میشه که اونجا هست و اینجا هم که سی های سه دارید، اچ اینجا هم هست، باید بشمارید. کاملا فرمول درست همینه. یه فرمول فوق العاده خوشگل داره، فرصت نمیشه الان خدمتتون بگم همه رو حل نکردیم، کلی تست مونده. من تقریبا نزدیک 80 90 تا سوال آماده کرده بودم، ولی باز خدا رو شکر یه مروری شد. سعی میکنم از مجموعه یه تایم دیگه بگیرم که انشالله خدمتون باشم. بقیه تستا رو هم حل کنیم، این فصل رو خیلی خوشگل با هم جمع‌بندی کنیم. 6 تا تست کنکور داخلش هست، یادمون نره. امیدوارم که از کلاس براتون مفید بوده باشه. خیلی مراقب خودتون باشید بچه ها، خسته نباشید. بله بله.